یکی از مهمترین مواردی که در مورد سلامتی وجود داره تغذیه هستش و تغذیه سالم منتها خب خیلی از عزیزان از من میپرسن که تغذیه سالم واقعا چی هستش همجور خودتونم هم میدونین کتاب خیلی خیلی زیادی نوشته شده عقاید خیلی زیادی هست و یکی از بزرگترین مشکلات علم تغذیه متأسفانه هستش که خیلی ها میان و کلیت میدن و گروه بندی میکنن و میگن همه باید مثلا گیاهخوار بشن یا همه باید خامخوار بشن یا همه باید کربوهیدرات بیشتر استفاده کنن و یا کمتر استفاده کنن و به هر حال دایت های مختلف خیلی زیادی دیگه که فکر میکنن که همه انسان ها یک جور هستن و باید یک نوع غذا رو داشته باشن و یک نوع تغذیه داشته باشن از طرفی خیلی ها به من میگن که آیا انسان گوشت خاره یا گیاه واقعا خی... میدونم که خیلی ها تاکید خیلی زیادی دارن که انسان باید گیاه باشه اگر که واقعا بدونیم که بخوایم بدونیم که انسان یا یا گوشت خاره بهترین جوابی که میتونم بدم اینه که هیچ کدوم به خاطر این... یا اینکه هر دو به خاطر اینکه انسان جزء گروه آمنیور هست و... یعنی نه اربیور و نه کارنیور ولی جزء گروه آمنیور هست آمنیورها معمولا موجوداتی هستن که میتونن همه چیز رو بخورن البته نه اینکه خب غذاهای جانک و غیره که خب به هیچ وجه ولی از نظر طبیعت انسان قادر به هضم و جذب گوشت حیوانات هست و قادر به هضم و جذب گیاهان هم هست منتها برای اینکه البته مثل خرس مثل میمون ها مثل بعضی از حیوان هایی که به دستگی به شرایطی که در طبیعت وجود داره و کجای کار هستن کجای طبیعت هستن هرچی گیرشون بیاد میخورن بعضی موقع میبینین که خرس فقط مثلا گیاهان رو میخوره یا فقط ماهی میخوره و بعضی موقع ها میبینی می که به دنبال حیوانات هم میدوه و شکارشون میکنه و مصرف میکنه انسان به نظر من باید تعیین بشه هر شخصی بر شرایط و زوابط و اون به هر حال چیزهایی که در دورورش هست محیطش شاید جایی که زندگی میکنه شاید آب و اجدادش از کجا بودن و چه غذاهایی رو مصرف میکردن سن خیلی مهمه جنسیت خیلی مهمه لول یا سطح فعالیت خیلی مهمه سلامتی شخص و یا عدم سلامتی و یا مشکلات که از نظر سلامتی داره خیلی مهمه چقدر استرس داره چقدر فعالیت داره چقدر از ذهنش استفاده میکنه چقدر از بدنش استفاده میکنه برای کار و غیره و خی مثلا یکی دیگه از اونها گروه خونیش چی هستش یه متابولیک پروفایلینگ بعد بگیریم که ببینیم اصلا سوخت و ساز و هضم و جذب این شخص به چه صورته پس متوجه میشین که خیلی از شرایط متفاوتی هست که نقش مهم میتونه ایفا بکنه برای اینکه ما تعیین بکنیم که برای یک شخص رژیم غذایی سالم مخصوص اون شخص دقیقا چی هستش مثلا ما هیچ وقت نمیتونیم یه شخصی که در قطب شمال زندگی میکنه اسکیموها رو رژیم غذایی که در هاوایی مصرف میکنن بهشون بدیم مسلما بیشتر از یک هفته دوام نمیاره و برعکس اگر رژیم غذایی که در هوایی استفاده میشه به اون اشخاصی که در قطب شمال زندگی میکنن بدیم مسلما باز دوامی نمیارن پس خیلی مهمه که ببینیم اولا در کجا زندگی میکنه شخص آب و اجدادش کجا بودن و چه غذاهایی رو استفاده میکردن و خیلی از اون مواردی که خدمتون عرض کردم برای اینکه تعیین بشه برای اینکه اون شخص یک رژیم غذایی سالم داشته باشه که تازه همون رژیم غذایی سالم هم بعد از یه مدتی ممکنه باز بنا به شرایط و ضوابط اون شخص عوض بشه پس بد نیست که با یک متخصص مشورت کنین که مطمئن باشین که بهترین رژیم غذایی شما براتون تعیین بشه